با سلام خدمت شما بیننده های گرامی. چنانچه در جریان حکومت افغانستان در اواخر متهم به ناتوانی در تامین امنیت شده بود، ولی از ده روز به این طرف آقای صالح با طرح‌های متفاوت به یک نحو خوشبینی را در دل شهروندان ایجاد کرده، اما هنوز هم شهروندان به گونه نسبی رضایت دارند، ولی آنچنان که نیاز است وضعیت به گونه عمومی امنیتش تامین نیست و سرقت های مسلحانه جریان داره. اما در بحث تازه که آقای صالح مطرح کرده ای است که هراس افغانان نیز عکسایشان به یک نحو نصب میشه در دروازه های کابل و این میتونه به خاطر جلوگیری از حملات هراس افغانان در کابل مفید و کمک کننده باشه. اما واقعا برنامه کلان به خاطر بهبود وضعیت امنیتی از لحاظ جرایم جنایی و جرایم سازمان یافته چگونه است و آیا انتظار میره که با تغییر در ساختاری که حالا ما با او هستیم واقعا میشه که خوشبین باشیم به بهبود امنیت و یا نه؟ در افغانستان همه چیز برمیگرده به افراد و اگر افراد نباشند ساختارها به یک نحوی میریزند و نتیجه در پی نخواهد داشت. برای مشکوفی بیشتر این موضوع بحث را آغاز خواهیم کرد، اما در ابتدا گزارش. حدود ده روز می شود که امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور در تلاش برنامه سازی ها و تصمیم گیری ها در پایتخت است تا چگونه پلیس بتواند جرم جنایت را در پایتخت کاهش و متهمین را بازداشت کند. در تصمیم 11 آقای صالح که در برگه فیسبوکش نوشته آمده است که تمامی هراس افغانانی که مشخصاً در نواحی کابل کار متمرکز می کنند و خانواده های بیشترشان در پاکستان است، از لای کتاب های ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان بیرون آورده شده و عکس‌های آنان مانند دیگر جرم پیشگان تا شام روز شنبه در دروازه های کابل نصب می گردد. از یک طرف دیده میشه که پاکستان چقدر مداخله کرده در مسئله افغانستان، از دیگر طرف فامیلایش که در اوج هستن در خود پاکستان است، اونا در حراس میشن. پلیس کابل از کاهش سطح جرایم جنایی نسبت به ده روز پیش خبر داده می گوید تنها در 24 ساعت گذشته 3 واقعه جرمی در پایتخت ثبت شده است و 5 تن از دزدان وسایط در مربوطات حوزه 4 و 17 پلیس بازداشت شدند. 2 تن از اینا بیش از 30 اراده واسطه سرقت اعتراف کردند که اونا به بیرون از کابل منتقل کرده بودند. اما باشندگان کابل میگویند که جرایم جنایی هنوز هم در این شهر جریان دارد. غلام حیدر، صرافی که روز سه‌شنبه در مربوطات حوزه 3 پلیس از سوی دزدان مسلح زخمی شده و پولهایش را به سرقت بردند، میگوید نباید پلیس با این وضعیت سلبین باشد. چون به خاطر کسایی هست که کسایی که کارا را میکنه از جان خود تیر هستند، از هر کار از دستشان به میکنه. جرم جنایت خود ما خیلی چایش هستیم که کم نشده. از طرف شب حتی نامنی زیاد شده، مردم نمیتونه و مریض خود و حتی امی مشکلات را که داره از خانه خود تا برای. با آنکه معاون نخست رئیس جمهور از کاهش سطح جرایم در پایتخت خبر می دهد، اما تاکید می کند که برای رسیدن به نتیجه مطلوب و رویایی در پایتخت باید مردم در بازداشت مجرمین بیشتر همکاری کنند. بیشتر صحبت خواهیم کرد با مهمانان ما، هر یک جناب آقای اسدالله ندیم آگاه مسائل نظامی از کابل و همچنان جناب آقای عبدالرؤوف شپون عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان از کابل. مهمانان گرامی سپاسگزارم که فرصت گذاشتین. جناب شپون، واقعا چطور میشه که بحث جرایم جنایی در افغانستان به ویژه در کابل به گونه بنیادی کاهش داد؟ آیا واقعا برنامه هایی که در حال حاضر از سوی حکومت روی دست گرفته شده میتونه کارا باشه و یا فکر میکنین مقطعی و به یک نحو بدون رسیدن به نتیجه ممکن است تغییر کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، ز سلامونه تاسو ته استاذ درون ملمت او د افغانستان مظلوم ولست وړاندې کوم. دا دوه بورد لري دا مسله. یو خو دا دا چې عمومیاتو کې په افغانستان کې جنگ روان دی، جګړه روانه ده، او یوې دا زمنګ د دننه چې کوم اصلاحات باید راشي دا به یو څه ناڅه فیصدي راکته شي، خو کله چې شي پیسې به وي دا مشکلات به وي. او دغه اوس چې کوم کار روان دی دې ته زه ډېر خوش
وینم جناب معاون صاحب ډیر قاطی سړی دی او د غک چې د مجرمینو اوریدل دی ځکه دا چې پاغه ویش ورځی وزارت داخلي کړي و پاغه کې یو خدا ډیره قوی تجربه نه برخوردار ده په امنیتي ملي کې کار کړي نظامی سړی دی او پراتیپی سړی دی نو د دغه حلاري منګه پنی قدم نیسو خو یو نگرانی هم لرو چې دا خدا نه خصله څنګه چې تاسو ویلي چې دا داسې د یو محدود وخت لپاره نه وي دا باید همداسې جدي تعقیب شي او بل مسله دا ده چې دوی کار اهل کار ته وسپاري مجازات او مکافات وي تاسو ګورئ که جناب معاون صاحب ته موږ مخکې په میډیا د لارې نه مشوره ورکړې وه د دوستانو ته موږ ویلي چې جناب معاون صاحب چې یو عامر د اوزې نظارت خانې ته او پلي چرخي ته ولېږي د یقینو که بل عامر د اوزې بیا غفلت وکړي بل عامر د اوزې بیا پیسې واخلي یا قومندان د امنی دا ټول داسې دي چې دوی د شخصي جب دپاره کار کوي کله چې دغه فرهنګ په افغانستان کې مروج شي چې موږ د ملي ګټو دپاره ژمن شو نه د شخصي ګټو دپاره امید دا ده چې امنیت به هم ښه شي خو غټه مسله یې دا ده چې موږ په افغانستان کې جګړه لرو د طالب سره مشکل لرو دلته زموږ د همسایګانو تاسو په خپل راپور کې مو ویلي چې دغه خلک اپل او هم دغه کوي موږ عمومي که صلح ته ورسېږو دا جرایم به یي خو ډېر په کمه شکل اصلي منبع دا ده چې موږ په جګړه کې سپاسگزارم. جناب ندیم شما را هم به بس خوش آمدید میگیم. واقعا طرحهایی که حالا ریخته شده چقدر میشه که خوشبین باشیم به عملی شدنش و در کنارش چه چیزی واقعا فکر میکنین که وجود نداره در طرحهای حکومت به خاطر بهبود وضعیت آنچنانی که از لحاظ استخباراتی و نظامی نیاز است به خاطر کاهش جرایم و همچنان جلوگیری از حملات هراس افکنانه جای کدام عناصر خالی است در برنامه های حکومت؟ تشکر خدمت جناب شما و میمان ارجمندتان بینندگان عزیز آر نیوز سلام عرض میکنم. علیکم. متاسفانه مسئولین بی حد انرژیشان در رسانه ها و در رکلام و در اشتهارات مصرف میکنند. بهتر است که اینا در تامین مسائل مشترکه کوشش کنند با قوت هم با همکاری هم پلیس استخبارات این امنیت ملی اردو بخش از اردو که مسئولیت تامین امنیت کابل داره و همچنان دیگر نهادها باید شریک ساخته شود مثلا وزارت حجر اوقاف وزارت معارف دیگر نهادها مطبوعات کمک خواسته شود کابل باید امن شود وضعیت امروزی کابل کاملا مورد پذیرش نیست اما دانان ما شوکه هستند زندگیشان مسئولیت نداره کارشان مسئولیت نداره این وظیفه مسئولین است بخصوص نیروهای امنیتی که فضای کاری مسئول و همتنانشان تامین کنند متاسفانه دلایل بسیار زیاد وجود داره که چرا این تو وضع امنیتی برهم خورده دلیل عمده به نظر من تاثیر اوضاع سیاسی است در افغانستان گرچه بی‌ثباتی نمیشه گفت که بی‌ثباتی است اما علائم بی‌ثباتی وجود داره این خود بعضی ها را بخصوص کسایی که در دولت کار میکنند از او جمله قوی مسلح آیندهشان نومید میسازه اینه دولت باور ندارم من کشش میکنند که از فرصتی که دارن استفاده کنند حتی در بخش فساد و رشوه و اختلاس دست بزنند و همچنان قطعا هماهنگی در بین نیروها مشاهده نمیشه داره که ما ببینیم حتی کشیدگی وجود داره بهتر است که اینا نیروی خود با هم بسیج بسازن با نیروی واحد قوت واحد کابل امن بسازن پیام آقای صالح در رابطه با اینکه عکس هراس افکنان در دروازه های کابل نصب میشه واقعا چی است؟ آیا تنها بحث کابل است و یا باید بحث عمیق‌تر باشه و آنچه که نیاز است به خاطر جلوگیری از تهدید هراس افکنان واقعا با این موارد میشه که بریم با مبارزه با این پدیده و یا نه این هم به یک نحوه شعار است ولی در نتیجه واقعا تغییر به میان نخواهد آمد ما پیشتر عرض کردم بسیار بیاد انرژی به اشتهار و رسانه تبلیغ ما به عنوان جمهوری حال بس ارزش ها مطرح است ارزش جمهوری دیگه طرف طالبا ادعای خود دارن وقتی ما از جمهوری از ارزش جمهوری
بحث میکنیم، اولتر از همه قانون باید مد نظر باشه. آیا عکس مجرمین که فیصله محکمه نشده مجاز است، یعنی در قانون این صلاحیت نداره، حتی درست نیست؟ و همچنان ایراس افغان ها کسایی که در شبکه‌های تروریستی مصروف هستند، اینا افراد عادی نیستند، تعلیم یافته هستند، به حد ماهر هستند، مردم های پروفشنال تروریست هستند. در حقیقت اونا میتونند که در این مورد چرخم خود پنهان کنند و گریز کنند. من فکر نمی کنم کار به جایی ببره. بهتر از قربان های کشفی استخباراتی بدون از که سر و صدا بندازن، بدون از که عکس کسی را نشر بسازن، باید مراکز از اینا را، ریشه از اینا را، شبکه های از اینا را پیدا کنه و کشف کنه، هم تا خونسا کنه، یا که در عملیات ها و یا بسر دستگیری. من گمان نمی کنم که عکس از نشر عکس یا گذاشتن عکس کدام سودی داشته باشه. اما فرمانده پلیس کابل گفته که جرایم به گونه چشمگیر کاهش پیدا کرده و این روند مؤثر واقع شده. گفت فرمانده یک طرف است، ما مردم چه میگن؟ ما واقعا تا هنوز گراف جرایم به اون شکل سابقش است. دزدی هست، حملات هست، حملات تروریستی هست، ریشه‌کن نشده. ما زمانی با اطمینان صحبت کرده میتونیم که ما نتیجه از این تدابیر بگیریم. تا زمانی که نتیجه محسوس نباشه بسیار پیش از وقت است که ما قضاوت کنیم. سپاسگزارم. جناب اشپون، چه چیزی از طرف شما مطرح شده و یا طرح پارلمان به خاطر نهادی نشدن امنیت در افغانستان و جلوگیری از جرم و حملات و هراس افغانان چی است؟ آیا میشه که ما بدون رفتن به چهره ها و شخصیت ها طرح داشته باشیم که کارا مؤثر باشه؟ بله، ډیر ښه سوال دی. مونږ خو د پارلمان د طرف نه او دغه څه چې ما زه اکثره نام نه ولایتو ته تللی یم او ولسوالیو کې ګرځېدلی یم، مشخص دوی تاسو وګورئ، وزارت داخله کې وګورئ، امنیتي ملي کې وګورئ، مونږ په مخکې بحثونو کې همدا ویلي، هغه ناکاره خلک دلته راغلي، هغه خلک راغلي چې په افغانستان کې یې بالکل کورنۍ نشته دی، بچي نشته دی، هغه د یو پاسپورټ سره راغلی دی او سبا ځي. مونږ دغه وایو چې کار دې اهل کار ته وسپارل شي، او هغه خلک چې کورنۍ په خارج کې دي، دا د دوی د مطلق منفق کي ورته دي وایي زه خپل خارج ته ده، او بل هغه زاړه جنرالان دې بېرته راولي زموږ ته، ځکه هغه با تجربه خلک دې راولي. مونږ زه خپله ځوان یم، ځوانانو ته ډېر احترام لرم، ولې دا باید سټپ بای سټپ مخکې لاړ شي؟ دا ځوان دومره وسوځي چې یو تنکیه ځوان چې راشي او هغه د جنرالۍ یا د ډګر جنرالۍ په بس باندې مقرر شي، نو هغه ته وګوره چې هغه به څومره تجربه ولري، څومره به د په دغه نظام کې وخت تیر کړی. دلته دا خو جنگي حالات دي، مونږ سیاسي مشکل لرو، مونږ په خپله دننه هم ډېر مشکلات داسې دي چې د دې دولت نه معاش اخلي، ولې د دې دولت پخې وي. یوه دا خبره ده چې باید هغه زاړه جنرالان بیرته راوړي، د تقاوت نه رفع تقاوت کړي، او په هغه قوي قوي ځایو کې وګماري، قمندانان د ولایاتو کې، امیرین د اوزي کې، د هغوی نه طرحې واخلي، نظامي طرحې واخلي، څه وکولی شو. اوس خو دا ځوانان دي، بس یو څو کسه یوه خو دا خبره. دویمه، زه په ولس باندې غږ کوم او زه په حکومت د زمامدارانو باندې غږ کوم چې تاسو د دغه حلقې نه راووزئ او د ولس خبرو ته غوږ کېدئ. ولس چې کله د حکومت سره لاس یو کړي، دا مشکل بهالېږي. تاسو وګورئ په ولس کې ولټوئ چې ولس کې ډېر پاک خلک شته، اکثره 50% خلک به دغه جرمونو طرفداري، هغه حملو طرفدار به وي چې هغه دلته ګټې خطر کې وي. ولې 50% ولس د خپل نظام ملاتړ دی؟ خو ته خپل ولس باندې غږ وکړه. ولس چې همکار نه وشي، تنها په پولیس هم نه کېږي. په پولیسو کې باید جدي اصلاحات راشي، او امنیتي ملي د دغه علني چې اوس د دې نه باید هغه مخکې شکل ته لاړ شي، دوی اوپراتیوي کارونه وکړي. دلته تاسو وګورئ، یو د کابل ښار د امنیت خبره نه ده، د افغانستان د امنیت خبره ده. دوی په هر ولایت کې باید داسې کار وکړي. وګوره، تاسو ننګرهار وګورئ، مثال د خبرې بدخشان وګورئ، کندوز وګورئ، صحیح ده چې د طالب جګړه به وي، خو دلته غلو دومره رشد کړی دی، هغه خلک یې سپو، هغه خلک افشا کوي، ولس ته افشا کوي، چې هغه خلک لکه څنګه مو چې دا عکسونه، صحیح ده زه د مور نظر ته ډېر احترام لرم، دا کولی شي چې خپله تېره تغییر کړي، خو ولې څه فشار خو یې راوستی دی؟ هغه خلک
خلک افشا کوي چې دوی سپورټي یا هغه خلک افشا کوي چې دوی شاته ولاړ دي هغه کا مشري کا وکیلی کا رهبری کا ارڅو کی هغه خلک افشا کوي دوی یو باید په داسې طرح باندې لاړ شي چې هغه د اولس مخوي نه د یو څو فردي خلک خب طرح مدونه به خاطر بهبود امنیت از سوی پارلمان به حکومت ارائه شده و اگر از چه زمانی و اگر قرار است ساخته شود چه زمانی ساخته خواهد شد و سپرده خواهد شد او د پارلمان نه خو زمنګ امنیت داخلي کمیسون ته موږ د محب صاحب سره ملاقات کړو او خپل طرح هم ورکړي او رئیس صاحب د امنیت سره موږ بار بار کینو ولې دلته مشکلات په څه کې دي مشکلات په دې کې دي چې دوی هغه خپل زمنګ خبرو ته دوی غوږ نه کوي چې موږ څه وایو ورته موږ ورته ویل چې د وکیل نه څه جوړیږي چې موږ تاسو سره وکیل په امنیت کې کومک وکړي یا ته تر هراکه چې موږ منډي وو ځکه دا زمنګ ولسته متضرر موږ یو حتی زه خو داسې سړی یم چې تاسو ته معلوم یم پینې خبرې کوم ما په یو غټ مجلس کې دوی ته ویل چې سبا به تاسو سه افغانستان موږ ته پاتې دي د پارلمان ټول وکیلان د سینې دي چې هغه سټیزن دی او هغه کار لري د خارج چلته بزی دا 95% هم دغلته شپې ورځې تیرې کړې سبا به تاسو د وطن موږ سره یا زمنګ تر هو ته وکی دی د ولس هغه اصلي استازي ځان سره ونیسي هغه خلک په پولیسو کې وکومارای چې هغه د جب ته پاره کار نه کوي هغه ملي ګټو ته شمن وي کله چې موږ دغه فرهنګ مراوج کړ او دغه او مجازات او مکافات تاسو وګورئ مخکې ما درته ویلي دوی یو عامر داوزی چې یو کیسو کې د وظیفې نه برطرفه کا و برطرفه څه معنی نظارت خانې ته معرفي کا پلی چرخي ته ولې کا سارانوالي ته ولې کا چې هغه ټول خلک پوه شي په دې باندې چې دغه سړي ګناه وکړه بل ولاکه ګناه وکړي او بل هغه زاړه جنرالان باید راولي مونږ خپله د پارلمان عمومي طرحه نه ده شوې ولې موږ د کمیسیون د طرحه دوی ته طرحې ورکړي دي سپاسگزارم از شما جناب ندیم طرحی که میتونه جامع و کارا باشد در کنار بحث امنیتیش حکومت افغانستان کدام برنامه رو روی دست بگیره که بتونه بحث کاهش جرایم واقعا بنیادی حل بکنه آیا ممکن است که بدون رفتن به مبارزه با فقر و خدمات عامه و به یک نحو افزایش رسیدگی به خاص شهروندان ما بریم بس جرایم رو بخواهیم کاهش بتیم با این امکانات و با این تدبیر واقعا این نتیجه میتوه یا نه لایه های تولید فکر جرم در افغانستان عمیق است و باید به او پرداخته شود بس امنیت که مسئله تجریدی یا انتزاعی نیست بستگی داره این کاملا با وضعیت نظام برنامه های نظام با چگونگی نظام، با ثبات نظام اصلا ما بدون عدالت از امنیت بس کرده نمیتونیم تعداد امنیت، تعداد مسئولیت و عدالت و قانونمندی و قانونمیوری است دولت متاسفانه در تامین عدالت، در تامین قانونمیوری در تطبیق قانون، در تطبیق یکسان قانون ناکام است، موفق نیست بناهن ای در بخش امنیت تاثیرات سوی خود دارد چنانچه جناب وکیل صاحب گفتند یک تعداد از افسران بسیار با تجربه با فهم شایسته و انواع مختلف به طور کتلوی از صفوف پلیس اردو اخراج شدند به بهانه تقاعد اصلاحات یک تصمیم نادرستی بود ما تا جایی که تا دارم تا تلفات بیشتر که ما داریم در اردو در پلیس در جبهات جنگ یک از عوامل عمدهش قماندان های جوان است که اینا هنوز تجربه کسب نکردن نمیتونن که سربازار یا قطع و جزام شنن به صورت درست در جبه مدیریت کنن اداره کنن قمانده بتن چون تجربه یک چیز دیگه است جوانی چیز دیگه است و دولت من نمیفهم که به این متوجه است یعنی یا قصدن این کار کرده یعنی دولت در حقیقت صفوف پلیس و اردو را از سایمان سوای برجسته با تجربه در حقیقت تهی ساخته این ضعف دولت است و دولت مسئله امنیت با چیزهای دیگه مربوط است مثلا مواد مخدر کشتش قاچاقش قاچاق دیگر اموال مثلا چو معادن چو قاچاق انسان اینا کلشان تاثیرات سو داره در وضعیت امنیتی نارسایی در ارائه خدمات اجتماعی مثلا در بخش صحت در بخش معارف در بخش ترانسپورت
خصوصا در بخش صحت چون ما با کرونا روبرو هستیم. اینا کلش در مورد امنیت، در بخش امنیت تاثیرات اگر در صورتی که درست مدیریت شود تاثیر خوب داره، اگر در صورتی که سوی مدیریت مشاهده شود در بخش امنیت تاثیرات متاسفانه منفی داره. بنابراین دولت باید برنامه های همه جانبه در همه عرصه ها داشته باشه، بخصوص تعداد همه برنامه‌ایش سر مسئله تطبیق قانون باشه. منظور تطبیق یکچان قانون ندیم صاحب، چرا نمیتونیم امی خواستاره و یا امی برنامه را چرا تطبیق کرده نمیتونیم؟ مشکل ما در کجاست؟ آیا واقعا کسانی که در رأس هستند نیت و یا خواست برای اقدامات ندارن به این عمل، و یا واقعا فکر میکنین ناتوان هستن، ناکار هستن، و یا برنامه کلانتر به این ترتیب تنظیم شده که ما به یک نحوه به این وضعیت ادامه بدیم؟ خب مشکل عمده در مردم، در کارمندان دولت، افسران و سربازان قوای مسلح نیست، چون اکثر بخش اعظم این افراد در دولت کار میکنند یا به نوعی با دولت ارتباط دارند. اینا صادق هستند، نیات نیک با دولت دارند. مشکل اساسی است که در رأس، در رهبری اراده درست وجود ندارد. در حقیقت رهبرای افغانستان فقدان حس وطن دوستی یا پاتریوتیزم است. اینا طوری که جناب وکیل صاحب فرمودند، بسیاری از اینا خانواده‌هایشان در خارج است، در افغانستان هستند، دلبستگی ندارد، فقط آمدن که پول جمع کنند و منعیس میلیون رو پس دوباره و خارج برگردند. این اراده یا اراده قاطی وجود ندارد در اصلاحات در قانون. در صورتی که اراده وجود داشته باشه، دولت نظامی توانایی را داره که قانون به طور شاید باید از تطبیق کنه برای همه. بسیار زیاد تشکر از مهمانان گرامی من که فرصت گذاشتن و سپاسگزارم از شما بیننده های محترم که این بحث را دنبال کردید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.